I'm a به نام الله مهورز و مهرگستر و با عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات و بیننده با برنامه پالایش در خدمت شما عزیزان هستیم و الله متعالی شکر سپاس میگیم که این توفیق رو پیدا کردیم تا دوباره بتونیم در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم و اوقات و لحظات خوب و خوشی رو برا همه آرزو منده. اما ایزان بیننده همان گونه که ما در سوره حمد هم از بیننده در واقع می خونیم که جزء آیه بگیم آیه آخر سوره حمد هست الله متعال موضع گیری انسان رو در برابر حق و حقیقت و هدایت خداوند در واقع انسان رو تقسیم بندی میکنه اینکه انسان در برابر حق و حقیقت حالا بگیم یا هدا هدایت خداوندی و هدایت انبیای الهی چگونه موزگیری نشون میدن چه رفتار رو برخوردی دارن خداوند متعال اونها رو به سه دسته اصلی تقسیم بندی میکنه که در حقیقت در قالب دعا در سوره حمد اومده که ما در هر بار سوره حمد که میخونیم یا در نمازهای خودمون از خداوند متعال در واقع درخواست میکنیم و میخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خدایا به ما راه مستقیم رو نشون بده راه مستقیم راه چه کسانیه؟ صراط الذین انعمت عليهم پس این گروه در واقع گروه اول هست گروهی که حق رو پذیرفته به حق تسلیم حق شده تسلیم اونچه که خداوند متعال اوورده در واقع از انبیا و کتاب های آسمانی شده و در واقع به این که آفریدگاری داره، ذاتی داره که اونو آفریده، همه نعمتها رو در اختیارش قرار داده و اون قدرت مطلق هست و اون قدرت برتره و اون ذاتی که بهتر میدونه چه به درد ما میخوره، چه به نفع ماست، ما چه نیازهایی داریم و چه به سود در واقع به سود ماست هم در دنیا و هم در آخرت اهل حق و اهل ایمان در واقع گروه اول هستند اونایی که تابع سرات مستقیم اینها ها کسایی که تواضع و فروتنی در برابر حق و حقیقت دارند. یعنی برایشون مهمه و تلاش میکنند که حق رو بشناسن و حقیقت رو بفهمند و در واقع نیت قلبیشون و خواستشون و هدفشون اینه که آنچه که حق و حقیقت رو بفهمند و خواهان اینند و زمانی که به حق و حقیقت رسیدن دیگه بیچون و چرا تسلیم اون میشن همون گونه که مقوله معروفی از امام شافعی رحمه الله داریم که شون میفرماید که زمانی که من با حالا با اهل بدعت مجادله میکنم یا با هر کسی در واقع در یک قضیه مجادله میکنم از خداوند میخواهم که حق و بر زبان اون جاری بکنه برام تفاوتی نداره حتی اگر خداوند حق و بر زبان اون جاری کرد و اون با دلیل و برهان و حجت و دلایل قوی از کتاب خدا و از سنت نبی و از دلایل عقلی در واقع منو قانعم کرد من میپذیرم دیگه لجاجت و در واقع یه دندگی نمی کنم که حالا من امام شافعی هم و این همه درجه علمی دارم و انسان بزرگ و وارستهی هستم و این همه شهرت علمی دارم حرف فلانی رو بپذیرم مثلا یا حرف یک آدم عامی یا عادی رو بپذیرم این به شخصیت من برمیخوره نه ایزان اونها در حقیقت سلف ما در کل اینگونه نبودن در خیر القرون هر جا حق رو میافتند و هر جا حق و حقیقت بود اونو میپذیرفتن اما را بین فرا خوندن حتی همه چارگانه در واقع در مقوله هاشون در حرفایی که دارن ما رو به این سند فرا خوندن که اگه حرف ما مخالف با کتاب خدا و سنت نبوی بود بزنید به دیوار اصلا لازم نیست قبول کنید پس شما اون که حقه و اون که درسته رو قبول بکنید و بپذیرید پس گروه اول انسان بیننده اهل سرات مستقیم انعمت علیهم هستند در حقیقت اینایی که سرات مستقیم رو پیدا کردن و تسلیم حق و حقیقت شدن اما گروه دوم که دوباره در سوره حمد الله متعال اونها رو معرفی میکنه گروهی هستند که غیر المغضوب علیهم اونایی که خداوند بر اونها خشم گرفته و غیر المغضوبن یا در واقع مغضوب علیهم هستم هستند اونایی که خدا بر اونها خشم گرفته اینا چه کسایی اینا اون که حالا قماش از آدمان که حق رو میدونند به حق رسیدن میدونن این حقه این آیات کتاب الهیه چیز درست آقا اینه راه درست اینه راه صحیح اینه اما بنابر مساله و منافع و متامی که دارن یا بنابر هوا و هوسی که در واقع به دنبال اون هستن یا مطامع دنیاویی که دارن دنیا پرستی و اسباب مختلف در واقع تن به حق نمیدند حق و نمیپذیرند نه تنها این که چه بسا حق را نپذیرند دیگران را هم مانع بشن از اینکه به طرف حق بیان همون گونه که ما در کتاب خدای زن بیننده داریم در... الله می فرماید که الله متعال میفرماید که ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل و يسدون عن الله بسیاری از احبار و رهبان یا آبدان و حالا اونهایی که به عنوان عالمند در واقع از اهل کتاب و بقیه کتاب اونها هستن هم شکل اینها مثل منش اینها رو دارند لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله اینها هدفشون دنیا طلبیه اینها هدفشون رسیدن به مقام و مطامع دنیوی و مال و منال دنیا و و نوش و آسایش زندگی دنیاست دی این براشون مهمه برای اینه که حق و از مردم پنهان میکنن برای اینه که حتی کسانی که بخواهند مردم رو به سمت حق دعوت بکنن راه حق را به اونها نشون بدن راه در واقع اونها را به سمت کتاب الهی فرا بخونن اونها را به سمت سنت صحیح نبوی فرا بخونن یا به سوی توحید و یگان پرستی فرا بخونن که دیگه اگر اینها حق و بفهمند و به طرف کتاب الهی بیان و سنت صحیح نبوی بیان و به طرف حق و حقیقت بیان خب دیگه غل و زنجیری که اینها بر دور اینها تنیدن در واقع پاره میشه دیگه این انسانها ها آزاد میشن دیگر ابزار سوی استفاده نمیشن در واقع چرا که خرافات و جهل و شرک و در واقع این مسائل و دینداری منحرف و انحراف و خرافه انسان رو برده میکنه بدون اینکه خودش بفهمه اصلا بردگی فکری بردگی روحی حتی مالش اموالش آزادیش همه چیز در واقع میره زیر نظر اونی که افسارش رو به دست داره که با خرافات و با جهل و با این انحرافات اونو در واقع تحت اختیار خودش در میاره برای اینه که خداوند در همین آیه ازانویل بیننده میفرماد که و یا صدون الله بین اکتفا نمی که اموال اینها را بخورن به خمس گرفتن و سو استفاده از اموال مردم و حالا به نرخ روز چه بسا بعضی باشند که بیان فتوا به نرخ روز بدن طرف هست که رو نداره علمیتش اصلا نداره اما در مسائلی میاد صحبت میکنه که در واقع پا جای پای کسانی میذاره که کس اصلا اهلیت اونو نداره نه علمش رو داره نه ابزار علمی حالا بگیم در اختیار داره نه اون مکانیزم هایی که برای حالا استنباط احکام شرعی از نصوص در واقع لازم رو در اختیار داره اما میخواد رول آدم بزرگا رو بازی کنه رول علما و اهل علم رو بازی کنه تو جای پای اونها جا بذاره در واقع و میاد به مردم فتواهای کیلویی میده همینجور در همه مسائل یا آن چیزی که باب طبع جامعه هست و میاد در حقیقت حالا برای اینکه فلان پولدار از من ناراحت نشه فلانی از من ناراحت نشه اگه بگم که این درست نیست از من ناراحت میشن اگه بگم فلانه خب مردم دیگه به این مبتلا هستن مردم به این خو گرفتن اگه من یه فتوای خلاف بدم یا اون چی که واقعا تو قرآن یا تو احادیث پیامبر به اینها بگم باعث دلرنجیدگی میشه، طرفدارامو از دست میدم، دیگه طرفدار در واقع هوادارانم از دورم پراکنده میشم، موقعیتم خراب میشه، شهرتم در واقع خراب میشه، به خاطر در واقع اون موقعیت دنیاوی حتی حق رو از مردم پنهان میکنه شباسه. همون گونه که ما در حدیث نبوی داریم آن بیننده که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه ينتزعه من قلوب العباد خداوند علم را این, این گونه این نمیبره که در واقع اونها را از قلوب بندگان برداره ولکن يقبض العلم بقبض العلماء با رفتن علمای ربانی و علمای واقعی و اونهایی که واقعا عالم به قرآن و سنت هن. واقعا عالم به شریعت خداوندی هم. و در واقع از روی تقوا و از روی علمای ربانی هم. که بر اساس ترس از خدا میان هر چیز رو میگن حق و حقیقت رو میگن دیگه حتی اگر اون فتوایی که میدن اون قضیه شریعی که میدن حتی اگه موقعیت ما رو به خطر بندازه حق و پنهان نمی کنن ولیکن یقبد العلم به قبد علم و خداوند بر می داره با رفتن علما حتی اذا لم یبقع عالمان تا زمانی که تو در واقع عرصه برای علما دیگه تو جامعه جای علما نیست چنان عرصه بر عالمان واقعی و اهل توحید و اهل قرآن و اونهایی که به دین صحیح مردم رو دعوت میدن به مکتب واقعی اهل بیت اونها را دعوت میدن عرصه بر اونها تنگ میشه و خرافه گرایان خراف پرستان در واقع منتشر کنندگان بدعت و اونهایی که نان به نرخ روز میخورن برای حالا خمس خودش رو برای اون موقعیت دنیاویی که داره حتی در واقع اینو خودش رو متقاعد میکنه که حق از مردم پنهان کنه حتی اذا لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا مردم میان سردمداران دینی مردم و عالمان دینی مردم و هدایتگران مردم به طرف دین خدا کیا میشن انسانهای نادام، انسانهای خرافی انسانهایی که اصلا تو مرجع تقلید بهش بگو قرآن رو نمیتونه درست بخونه شما حتی سوره همدو شاید نتونه درست بخونه سوره همدو مثلا اما در, در واقع سرنوشت چیزی که سرنوشت آخرت انسان ها رو خطیره خیلی ایزان بیننده شوخی نیست قضایای شرعی چیزی که سرنوشت ما رو تعیین میکنه بحث بحث آخرته بحث سرنوشت ابدی هست شوخی نیست که هر که بخواد بیاد تو این میدان و مردم رو در واقع به عنوان ابزار اونها نگاه بکنه و جامعه هم در این قبار سهل انگار باشه هر چی که به خورد مردم و جامعه داده شد مردم بدون چون و چرا و چشم, چشم و گوش بسته بپذیرن اتخذ الناس و رؤوسن جهالا دیگه جاهلان میان و این میدان رو به دست میگیرن وقتی عالمان از میان رفتن عالم نماها میان اونهایی که در واقع بگیم که رول عالم ها را بازی میکنن فسوئلو مردم ازشون سوال میکنن از این عالم نماها از اینهایی که خودشون عالم دین میدونند اما در حقیقت چیزی از هدایت خداوندی نمیدونند یا از اون دورند یا حق و حقیقت رو مردم نمیگن از مردم پنهان میکنن برای منافع دنیوی خودشون برای اون مال و اموالی که تو دستشونه و اون موقعیتی که تو دنیا دارن برای که اونو از دست ندن فسو ایلو ففتو به غیر علم همین جوری هوایی فتوا میده با به طبع مردم آنچه شما خواسته به قول معروف هرچه مردم خوششون بیاد هرچه جامعه خوشش بیاد دیگه مهم نیست که این حق حقیقت درست نادرسته آیا پیامبر همچین چیزی رو گفته آیا این چیزی که خداوند داره تو قرآن کریم میگه آیا واقعا حق و حقیقت مهم نیست مهم اینه که آقا در واقع خر خودش رو از پل رد کنه به معروف اون موقعیتش حفظ بشه اگر هم کسی بیاد و بگه ها آقا آقا این چیزی که شما میگید خلاف قرآن خوب من قرآن من قرآن رو خوندم آقا خداوند تو این همه آیات به ما میگه آقا دستتون رو پیش من دراز بکنید از من بخواهید دستان دعا رو پیش من خدا فقط بلند بکنید من از رگ گردم به شما نزدیکم و ایضا که عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دعوتت اذا دان من خیلی نزدیکم اگه دعا بخواهید درخواستی دارید من الله میتونم استجابت کنم یا خداوند میفرماید که شما از اینها مرده ها چیزایی که میخواهید اصلا اه... لا یسمع و آیه قرآن خداون میگه اصلا اینها مردن از این دنیا رفتن و لبستن اوم از لکم اگه به فرض محال هم بشنون آخه اینا در حیطه قدرت اینها نیست خداوند این قدرت و بینها اینا مخلوقن که خداوند قدرت این قدرت و بینها نداده که علی آزو بلا بیان جا پای خدا بذارند و بخوان های ما رو برآورده بکنن حاجتها این خلاف قرآنه حاج چگونه پاسخ میده؟ آقا میبینم که تو انگار وهابی شدی ها انگار منحرف شدی و احتمال داره داری با وهابی میگردی و به قول علام برقی اگر چیزی خلا ما خراف خرافه های اونها را زیر سوال بردیم یا کسی از مردم در واقع فکر میکرد قرآن رو میخوند و صحبت های اونها را رد میکرد میگفتن این پالانش قد شد این دیگه سواری نمیده و خداوند متعال زن بیننده نکوهش میکنه این گروه اول رو و به شدت در قرآن کریم اونها رو نکوهش میکنه و به شدت و در حد اعلا وعد و وعید در واقع در مورد اونها خداوند متعال بیان میکنه در قرآن کریم ازان بیننده که از جمله اونها در سوره بقره آیه 159 هست که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اونهایی که بینات آیات روشنگر اونایی که واضح و روشنه تلک تلک آیات الكتاب المبین خداوند میگه قرآن واضح و آشکاره من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس بعد از اینکه برای مردم رو واضح کردیم انبیا را فرستادیم راه برای مردم راه روشنه راه واضح و آشکاره اما میخواد که اینها عقل شما به کار بندازن میخواد که اینها طابع فهمیدن در واقع طالب فهمیدن حق باشن بخواهن حق رو بفهم و بخوان به حق برسند من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعن یلعنهم الله و یلعنهم اینون اونایی که میان حق و از مردم پنهان میکنن کتمان میکنن برای منافع دنیوی که دارن آقا اگه من بگم به مردم که آقا دیگه الان ما به مردم بگیم که پای در واقع زیارت فلان قبر نرید و حرم فلانی نرید و از پیش فلان امامزاده نرید و از اونها چیزی نخواهید خب تمام رشته های ما پنبه خواهد شد چندین این ساله که ما داریم به مردم میگیم که آقا برید که این حاجت برآورده میکنه این به شما شفا میده این نیازهای شما رو میتونه برآورده بکنه خب این همه سال به مردم گفتیم حالا اگر ببینیم و بگیم که آقا نرید این غلطه این اشتباه این خلاف قرآن خب دیگه مردم میگن پس چیز دیگه که به ما گفتید هم سر ما گذاشتید دیگه امامت هم وجودی نداره خب تا حالا امامت رو برای ما درست از قرآن هم ثابت نکردید خود علی را دلات هم ادعای همچین امامتی را نداشته امامت الهی رو بقیه بزرگواران اهل بیت هم ادعای همچین امامتی را نداشتن پس خیلی چیزای دیگه که شما به ما گفتی در واقع کلا سر ما گذاشتید پس بزار بزار مردم همین راهو رو برن ما حداقل خمس خودمون رو میگیریم بهترین زندگی رو میکنیم بهترین موقعیت رو داریم چرا دنبال درد سر باشیم یا درد سرش نمیارزه ان الذين يكتمون <میم> ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اونایی که حقو بدونند و بنابر مصالح و منافع و متامعی که دارند از مردم پنهان بکنن چیه سر نمشت خداوند لعنتشون میکنه و لاعنون و فرشتگان و پیامبران بر زبان اینها لعنت میشند اینها لعنت خداوند یعنی دوری از رحمت خداوند این وعد خیلی شدید ایزان بیننده و در دنباله همین آیه در سوره بق... بقره خداوند میفرماد الا استثنا میکنه الا الذين تابوا واصلحوا مگر اینکه بیان توبه کنند مگر اینکه به قیمت حتی از دست دادن تمام این موقعیت هایی که داشتن تا الان خمس می گرفتن موقعیت دنیوی پست و مقام در واقع این همه مقلد داشتند و برو بیا و زندگی دنیوی آنچنانی و خانه آنچنانی و غذاهای آنچنانی و از دنیا دیگه چیزی کم نداشتن سیغی هم که در واقع زنا را اومدن به اسم سیغه حلالش کردند و از این در واقع در این زمینه هم دست خودشون رو باز مگر این که دیگه در حقیقت خداوند رو و سرنوشت ابدی رو و آخرت رو بر همه اینها ترجیح بدند کما اینکه ما داشتیم در جامعه روحانیت هم سال علامه برقی و شریعت سنگلجی و در واقع مرتزا آیت الله مرتزا راد مهرود و اسلام راد مهر در واقع و الان دکتر موسوی و آیت الله حسین معید و بسیاری دیگر از کسانی که در حقیقت حق و حقیقت رو ترجیح دادن بر موقعیت دنیوی چرا که اینها اگر بر اون موقعیت حالا بعضی ها میگن دیگه دزگاه تبلیغاتی در واقع که دستگاه تبلیغاتی این شرک و خرافات که دفاع میکنه از این میاد و میگه که آقا اینها رفتن وهابی شدن پول عربستان باعث شد پول فلان باعث شد برای موقعیت رفتن برای فلان رفتن در حالی که خود این عزیزان میگن که اگر ما بر اون موقعیت قبلی میموندیم نونمون تو روغن بود دیگه چیزی برامون کم نمیذاشتن کلی مقلد و خمسومی گرفتیم و از دنیا که دیگه هر میخواستیم در اختیارمون بود در حقیقت از شهوات که به اسم سیغه دیگه برامون حلال بود دیگه در حقیقت مثل اون چیزی که تو غرب جریان داره بند و باری اینجای کلاه شرعی فقط روش گذاشتند و حلالش کردند دیگه روسبیگری رو علی بالله و زنا را به اسم سیغه حلال کردند این میدانم برام آواز می بود خب دیگه طرف باب شهوات و باب دنیا و مطامع دنیوی دیگه براش بازه دیگه چرا مرض داره به قول معروف که بخواد اینها رو ول بکنه مگر اینکه هدایت رو و حق و حقیقت رو و آخرت رو بر همه اینها ترجیح بده حتی به قیمت از دست دادن تمام این موقعیت رو و دنیا بیاد حق و قبول کنه الا الذين تابوا و اصلحوا و بينوا اون روال قبلی خودشونو ترک بکنن بیان اصلاح کنن و بیان و برای مردم تبیین کنن بگن آقا این چیزهایی که ما به شما میگفتیم غلطه ما میگفتیم برو پای امام زاده قبر رو در واقع از اون حاجت بخوا این غلط خلاف قرآنه و حق اینه حق اینه که فقط از خدا بخوای ما که صحابه رو تکفیر میکردیم اهانت به صحابه میکردیم اونها رو منافق و کافر و اینها میدونستیم به امهات المومنین اهانت میکردیم آقا اشتباه کردیم ما قرآن رو خوندیم قرآن خلاف اینو داره میگه ما روایت های صحیح رو دیریم احادیث صحیح نبوی خلاف اونو داره میگه ما زندگی واقعی اهل بیت رو بررسی کردیم در واقع و مرام و منش و سیرت اونها دیدیم نه اهل بیت اصلا محبت و صمیمیت با صحابه دارن هیچ مشکلی با صحابه نداشتن اهل بیت اسم پسراشون اسم صحابه گذاشتن علی رضی الله عنه اسم پسراش او بکر عمر و عثمان بوده اهل بیت اهل بیت اسم دختراشون عایشه بوده یعنی مشکلی با صحابه و با بقیه نداشتن سمیمیت ازدواج در میان اونها بوده علی رضی الله تعالی عنو علی مرتزا مشاور خلفای قبل از خودش بوده اونها را کمک می کرده و در واقع هدف اینها جز نشر دین الهی نداشت اما معصوم نبودند چون که اونها انسانند چرا که حتی پیامبری که با وحی الهی هم ارتباط داشت خداوند بعضی جاها کاراشو اصلاح میکرد میگفت این این کارو نکن این کارو بکن این این طرفی نرو این طرفی برو این درست اینه اصلاح میکرد چون پیامبر هم خودش انسانه احتیاج داره که خداوند رو کنه وحی الهی میومد در واقع رسول الله صلی الله علیه و در مواردی داریم در قرآن کریم دیگه همین میدونیم پس ای بیننده مگر اینکه بیان الا الذين تابو و اصلحوا و بینوا برای مردم تبیین کنن که آقا این راهی که ما میرفتیم راهشون اونها پیرو دارن دیگه این مرجع تقلیده کلی مقلد داره حالا که در واقع میخواد به سمت کتاب الهی برگرده و میخواد به سمت سنت صحیح نبوی برگرده و به سمت مکتب ناب اهل بیت باید بیاد اون مقلدان خودش رو توجیه بکنه باید جامعه رو توجیه بکنه و به اونها بگی که آقا ما اشتباه میکردیم ما راه غلط رو میرفتیم پس این گروه اول نیزان بیننده گروه دوم در واقع اینهایی ای که حق رو در حقیقت میدونند اما بنابر مساله یا متامعی پنهان میکنند یا این که اصلا به خودشون زحمت نمیدن که بخوان حق و باطل رو بفهم به خاطری ای که یک چیزی از قبل دارن داشتن میرفتن حالا رو اون یک مصالح و مطامعی به دست آوردن دیگه نمیخوان اینا رو دست بدن دیگه اصلا نشنیده میگیرن هر چی رو که حالا یکی بیاد بخواد بگه که آقا حاج اشتباهه یا حاج آقا فلانه یا این خلاف چی تو چی میفهمی قرآن رو فقط ائمه میفهمن خب اینجوری نیست که تو داری میگی قرآن رو بیا از طریق ما یا چیز بکنو هر چی که ما میگیم به تو همون در واقع رفتاری که کلیسای قرون وسطا داشت و در جای دیگه ایزان بیننده از هشدارهای شدیدی که در مورد این قماش آدم ها خداوند متعال در قرآن کریم میده دوباره در سوره بقره آیه 174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اونهایی که هر اون که خداوند در کتاب از هدایت که در کتابهاش فرستاده در کتاب آسمانی میان پنهان میکنن از مردم بنابر مساله و منافعی که دارن حق و حقیقت و مردم نمیگن ترجیح میدن مردم در همین خرافات و گمراهی و زلالت و شرک و بدعت ها و انحرافات باقی بمونن این در واقع در حقیقت منافع و مساله اینها رو بیشتر برآورده میکن از نظر دنیوی از نظر حالا موقعیت دنیوی بیشتر به سود و نفع این هاست. برای ترجیح میدن همین راه برن و یشترون بهی ثمنا قلیلا و به کالای اندک دنیا دینشون رو میفروشند از اینکه حق و حقیقت رو برای مردم تبیین بکنند و چه بسا حتی به قیمت از دست دادن موقعیت تموم بشه اینکه آزار و اذیت ببینن در این دنیا ما این دنیا ثمنا قلیلا این دنیا هیچی نیست تمام خواهد شد حداقلش اینی که آقا شما به قرآن برگشتی به سنت نبوی برگشتی به راه صحیح اهل بیت برگشتی حداقل خداوند در ازای این ایمان و این توحید اون آرامیشی که بر تو نازل میکنه این قیمتی تر از همه موقعیت های دنیاست تمام اون مال انبالی که تو به دست میاری و حداقل مثل امثال علامه برقی ها با سربلندی از این دنیا میری با سربلندی و روسفیدی میری از این دنیا با بیان حق با جان دادن حالا در راه حق و در راه عقیده خودت اولائی که ما یکلون فی بطونهم الا النار اینها چیزی غیر از آتش آتش جهنم نصیب اونها نخواهد شد چقدر وعید شدید از بیننده کسانی که حق و حقیقت رو و عقیده درست رو و آنچه که در کتاب الهی اومده رو پنهان کنن از مردم و راه درست رو مردم نگن حالا بنابر هر دلیلی که باشه ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم حتی خداوند این تا این درجه از بیننده این خطرناکه حق رو از من چون اینهایی که سرانند و آخونده و یا اون که عالمه یا اونی که ملاس یا اون که حالا روحانی و رجال دینیه این کلی پیرو, پیرو داره دیگه کلی مقلد و کسانی که از این پیروی میکنن اگه خدای نکرده این بیاد مردم رو یک دین انحرافی رو به مردم نشون بده خب کل مقلدانش دیگه میرن تو اون راه مگر این که بیان خودشون تحقیق بکن پژوهش میکنن با چشم و گوش بسته همه چیزو نپذیرن که در واقع راه درستش هم همینه که در حقیقت قرآن هم اینو از ما میخواد و بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن آخران نیست هرچه حاج آقا به شما گفت هرچه اونی که بالای منبره به شما گفت هرچه که ملا یا روحانی به شما گفت به اسم دین دیگر شما بدون اصلا اینکه در حقیقت فکر کنی روی اون یا بدون تحقیق بدون پژوهش بپذیری و بدون اینکه تفکر روش بکنی در که قرآن چقدر ما رو دعوت به تفکر و تدبر میده و لهم عذاب علیم و عذابی بسیار دردناک دارن چون اینها دین مردم را عقیده مردم را آخرت مردم را خراب کردن و در روز قیامت هم بیننده برای عوام مردم این حجت نمیشه که حالا تو جامعه میگن الا بلا به گردن ملا حالا ملا عالم آخون میگه به گردن نه اینجوری نیست حتی اونهایی که به انحراف رفتند و به در... تو راه شرک و تو راه خرافات و تو راه بدعت قدم برداشتن خودشون به تنهایی هم مسئولن. در روز قیامت ما رو تو برنامه پیش بیننده. قالوا انا اطعنا صادتنا و کبرا انا ما از اونها پیروی کردیم اونها ما رو گمراه کردن اینها باعث انحراف ما شدن خداوند میگه که شما هم عذاب دارید به اونها هم در واقع عذاب چند دو چندان بیشتر میدیم اما شما هم انبیاء الهی مگه نیومدن مگه کتاب الهی نبود مگر این همه تحقیقات و کتاب و در واقع بیان حق و روشنگری وجود نداشت که شما فکر بکنید که شما بیایید تحقیق بکنید که شما بیایید با در واقع از روی تحقیق و از روی فهم و درک بفهمید که حداقل حق کدومه کدوم صحبت و کدوم گفتمان با قرآن کریم بیشتر میخوره با آنچه که پیامبر گفته بیشتر میخوره با آنچه که اهل بیت واقعا بودن بیشتر میخوره پس این ایزان بیننده گروه دومه گروه دوم در واقع گروهی که حق رو میدونه گروه هایی که موزگیری در واقع در مورد برابر حق دونه حق رو میدونه و نمیخواد به مردم بیان بکنه این وعد و وعیدیه که خداوند در حقیقت در مورد اونها در قرآن کریم برای ما بیان کرده زمینه و گروه سومی هم هستن که ولا ضالینن اونها اونهایی که از روی نادانی و جهل عوام مردم حق و گم کردن اینا هم حجت ندارن چرا که باید دنبال حق میرفتن باید مطالعه میکردن باید گوش میدادن باید تحقیق میکردن باید چشم و گوش و عقل خودشون رو به کار میبست خداوند وجه تمایز ما و سایر مخلوقات رو و موجودات دیگه رو انسان بیننده کما که خداوند ما رو اشرف مخلوقات آفریده ولقد کرمنا بنی آدم ما کرامت و برتری به بنی آدم دادیم وجه تمایز ما و تفاوت ما با موجودات دیگه اینه که الله متعال به ما عقل داده اینکه فکر کنیم تجزیه و تحلیل کنیم قضایا رو سبک و سنگین کنیم قرار نیست هر چه به خورده ما داده شد ما بپذیریم و فکر نکنیم و دنبالش نریم و تحقیق نکنیم و در واقع در قرآن کریم ایزان بیننده زمانی که نگاه میکنیم الله متعال اسبابی رو برای عدم پذیرش حق اونهایی که در واقع در برابر حق و هدایت خداوندی قد علم میکنن یا به نمی نمیپذیرن یا از حق حق گریزی دارند خداوند در قرآن کریم ایزان بیننده اسبابی رو بیان کردیم که در واقع ما به برخی از اونها اشاره میکنیم حالا جایی که وقت برنامه در واقع به ما اجازه بده یکی از اون اسباب ایزان بیننده مجادله هست جدال و لجاجت در واقع جدال بی خودی و چونه زدن بی خودی با اینکه حق چه بسا در حتی در جامعه جاهلیت عرب خیلی ها حق می فهمیدن این صحبت صحبت محمد نیست حتی خودشون می گفتن که و این علیه حلا و اصلا یعلا ولا یعلو علی این اصلا یه چیزی تابه نمیتونه چیره بشه بر این کلام عجیبیه ما که ادبیات عرب رو خوندیم ما اینکه با زبان عرب آشناییم ما اینکه که زیر و بم همه چیزهای لغت و زبان و فصاحت و بلاغت رو میدونیم نمیتونیم با این مقابله کنیم همون بزرگان عرب فرهیختگان جامعه عرب حالا که در واقع اهل فضل و اهل علم و زبان عرب و ادبیات عرب و سخنوری و شخصیت‌های حالا کاریزما بودن تو جامعه عرب میفهمیدن چی به چیه خیلی هاشون حتی ابو طالب خودش هم میدونست که رسول الله صلی الله علیه و آله خداست و حقو آورده اما اون همون چیزی که خداوند متعال میفرماید که انا وجدنا ابانا علی امه من على, على اثارهم لمقتد ابو طالب به خاطر اینکه میگفت حالا من در برابر قریش جوری میشم بزرگان قریش برای این در واقع یه جورایی حالا به کل خود شیطان به اون تلقین میکرد که ننگه برای تو پس لجاجت ایزان بیننده و در حقیقت برای این لجاجت هم خود شیاطین همانطور که خداونده در قرآن کریم هم ورده که شیاطین میان در حقیقت یک سری چیزها رو تزریق میکنن تذریق فکری به آنها میکنن یا ساپورت فکری میکنن اونها رو برای اینکه علکی بیان مجادله کنن علکی بیان در برابر انبیا در برابر حق و حقیقت بحث خودی مثل که ما خودمون میبینیم انسان بیننده خیلی موارد ما با چشم در واقع یعنی ب... حی و حاضر میبینیم دیگه طرف تماس میگیریم یک جمله ای رو توی کتاب تاریخی پیدا میکنه که حالا مثلا عالم اوورده عقیده یک فرقه گمراه رو داره تجزیه و تحلیل میکنه میگه که اینها گفتن که باید بریم پیش قبر رو از مرده بخوایم و این مشکلی نداره همون رو میاد قیچی میکنه میگه آ اینو فلانی ابن حجر تو کتابش گفته که آقا اگه بری پیش مرده و فلان چیز این مشکلی نداره به این دلیل و این دلیل مشکلی نداره زمانی که شما میری اصل کتاب و بررسی میکنی آقا چطور تلبیس کرده چطور با دروغ و با تلبیس و با در واقع تحریف اومدی یک چیزی رو که اصلا اصل صحبت چیزی دیگره زمانی که اون کتاب رو میریم پیچی کرده از این ور از اون ور اون چیزی که مورد نظر خودش رو آورده تا بگه که آقا اهل سنت هم میگن برید پای قبر اهل سنت هم میگن برید مثلا از مورد چیزی طلب بکنید این مشکلی نداره و در واقع با این تحریفات میخواد که یک عقیده باطل رو و یک انحراف رو در حقیقت توجیهش کنه یا یک حدیث روایت ساختگی رو میاره مثلا با تلبیس و این شیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم شیاطین به اینها وحی میکنند به الهام میکنند برای این اینها مجادله بکنند برای اینکه بیان لجبازی بکنند برای اینکه بیان بحث علکی بکنند حتی بحث علکی میکنن برای اینکه مردم حق تو رو نشنون حتی حتی از اینکه مردم میخوان در واقعی که بیا در مورد کتاب الهی صحبت بکنه از قرآن بگه از سنت نبوی بگه از آخرت بگه از توحید بگه از ایمان بگه خوششون نمیاد اصلا اسم عزت اما گونه که خداوند میگه زمانی که اسم خدا را میگیره میگیره گرفته میشه اینها جوری میشن من یادمه که یکی از آجاقاها اون زمان حالا تو منطقه می اومد و هی بحث وهابیت و فلان و اینها رو میکرد میگفت این وهابی هر که خیلی الله الله میگه این وهابی هست هر که خیلی میگه الله از الله صحبت میکنه از خدا میگه از توحید میگه الیاس الله چه حرفیه هر کی میاد از توحید و از الله میگه این وهابیه خب مردک قرآن کریم انبیاء الهی همه اومدن اساس و پایه دعوت انبیاء توحید بوده و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون ما هیچ پیامبری را قبل از سوی محمد نفرستادیم مگر اینکه گفتیم که من الله به یک عبودیت بکن با توحید خالصانه فقط عبادتت تعلق قلبیت محبتت انتظارت درخواست کمکت توکلت ترست همه از الله متعال باشه نفضره را از الله بدون میگه آقا نه اینهایی که در مورد توحید میان صحبت میکنن و و اینهایی که هی خدا خدا و الله الله میگن اینها وهابیان و این در واقع ما یکی از موارد رو میاریم اعزانه بیننده که چگونه اینها میان و برای در واقع جنگ روانی این قرآن میگه بیننده تو قرآن هستی واقعیتیه که قرآن کریم هم به اون اشاره کرده چطور جنگ روانی بر علیه در واقع اهل توحید و اونهایی که به کتاب الهی فرا میخونن اونهایی که به سنت صحیح نبوی فرا میخونن اینها راه میندازن برای اینکه بازارشون کساد نشه دیگه این همه درآمدی که از این امامزاده ها و از این قبر ها دارند و درآمدهای های آنچنانی که فقط خودشون دارن استفاده میکنن و کیف میکنن ملت را به خرافات درگیر کردن دین مردم تباه دنیای مردم تبا خودشون با اموال آنچنانی دارن کیف میکنن با اطرافیانشون و حالا در واقع اونهایی که تأمین کننده دوباره مصالح و منافع اینها هستند این آیه ازان بیننده در واقع یکی از اسباب نزول نزول این آیه که ان الشیاطین لا یوهون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون برای در واقع به دوستان خود شما به اون اهل باطل حالا به منحرفان به اون اونایی که چه لباس دینی بر تن دارند اما در واقع برای مساله و که دارن خودشونو پشت دین پنهان کردن پشت اهل پنهان کردن برای اینکه مساله دنیوی خودشون برسن گفته میشه که در واقع در شن نزول این آیه که برخی از حالا مجوس در واقع مجوسی ها بودن که به, م... به مشرکین قرش میگفتن که این پیامبر چطور میگه که شما گوشت مردار نخورید مردار و خداوند کشته یا کنید چطور بازی و با کلمات و سفسته بازی و در واقع شیطان چگونه زینت میده این،, این الهام شیطان اصلا شیطان به اینها درس میده اینها شاگردان شیطان هن و همین چیزی که از شیطان الهام گرفتن میخوان در واقع به قریشی یاد بدن که چطور در برابر این پیانبر شما بایستید چطور در حقیقت اون حقی رو که میگه با یک باطل با باطلی که دارید سعی بکنید که حق اونو خونسا کنید میگفتن که خب این که میگه پیامبر که میگه شما گوشت مردار نخورید خدا اینو کشته چطور گوشتی که انسان زب میکنه درسته ما بخوریم گوشتی که خدا که خداوند اونو کشته درست نیست ما اینو بخوریم این اصلا آقلانه است با این در واقع با این استدلال های شیطانی ایزان بیننده در حالی که این گوشت مرداره و گوشت مردار رو خداوند حرام کرده و حتی در واقع علم روز هم به این پی برده که حیوانی که خودش بدون اون جریان طبیعی زب و اینا میمیره اصلا بدن فعالاتی تو بدنش در واقع پدید میاد که حتی گوشت اون ضرر داره آقا به قریش در واقع اینگونه القا می کردن که الله متعال این آیه رو در حقیقت نازل کرد که یکی دیگر از آیات در واقع آیه 112 سوره انام و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن ما برای هر پیامبری دشمنانی آوردیم شیاطینی که انسی هستن و شیاطینی که جنیه یعنی در میار انسان ها هم ما شیاطینی داریم همون که در سوره ناس دیگه ما میخونیم که من الجنت و الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت و الناس اونایی که مردم وسوسه میکنن هم شیاطینی که در واقع از جنس جنند و هم اون شیاطینی انسانی انسانایی هستن که شیاطینند جامعه رو به سوی فساد و به سوی تباهی و به سوی انحراف و به سوی در واقع ضد اخلاق و ضد ارزش ها و تباهی و همین چیز در واقع هر چیزی که باعث تباهی جامعه میشه و فساد منجر به فساد میشه جامعه رو فرا میخونن و چه بسا برای این هزینه کنن اصلا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله خداوند گفته اهل کفر پول خرج میکنن هزینه میکنن برای اینکه صدای خدا و کلمت الله تو دنیا پخش نشه برای اینکه حق و حقیقت و ملت ها و مردم نفهمن چون اگه فهمیدن دیگه برده اونها نمیشن چون اگه فهمیدن دیگه بنده حلقه به گوش اونها نمیشن دیگه بنده خدا میشن بنده الله میشن اونها دوست ندارند تاغوت ها و مستکبران و سلطه طلبان و اونهایی که چه به اسم دین بیاند و آخون باشد و روحانی باشد و اونهایی که میخوان جامعه و مردم برده اونها باشن اونها نمیخوان که مردم حقا بفهمن پس این یکی از آیاتی ازان بیننده که در واقع در شعن نزول در واقع این حکایت یا بگیم سرگذشتی که در شعن نزول این آیه 112 سوره انعام در حقیقت گفته شده آیه بهروز با شخط هست آیه بهروز گرم از به همه زنده باشه من یه مسئله از خیلی خدا رو جالب بود من بعد از این در واقع حیرت رو که شد من میگم به خدای اعتقاد ندارم خدا اگر واقعا وجود داشته باشه باید به کسی که کرده مخلوقاتش کمک کنه من یادم زمان قدیم خدا رحمت کنه شاه رو واقعا وقتی اتفاقی می افتاد کمک میکردن و مردم میگفتن در واقع شاه رو خدای خودشون می دونستن ولی الان های بهروز شما تصور غلطی نسبت به خدا دارید که اینجوری در واقع شما اول اولا باید از نظر معرفت خدا و شناخت خداوند در خدا را خوب بشناسی ان یه خوب شناختی دیگه اینجوری در واقع قضاوت نخواهی کرد بفرمایید ادامه بدید ادامه بدید معرفت که شما میگید این همه پشتی که شما بیش یک میلیون پشت به خاطر یه این همه دردسری که مردم کشیدن شما هیچ دستی الهی نمی‌بینید که مردم خب طرف مقابلش هم ببین آی بهروز آی بهروز طرف مقابل هم ببین این همه قتل و کشتاری که تو دنیا داره صورت میگیره این همه ظلمی که تو دنیا هست این همه نسل کشی که تو دنیا هست این همه مظلومی که کشته میشه و بر علیه اونها ظلم میشه و در واقع حق اونها خورده میشه این فسادی که هست این تباهی هایی که هست خب اینها هم این طرف مسئله رو هم ببین و خداوند در واقع در کتاب خودش هم به طور واضح به ما بیان فرموده که ظهر الفساد في البر والبحر ما کسبت الناس این فسادی که روی زمینه بخ... در واقع برای در نتیجه دسترنج خود شما انسان هاست و در جای دیگه خداوند متعال میفرماید ما این بلاها و این مصیبت ها را میاریم لعلهم هم یرجعون برای اینکه شما شما در واقع به طرف خداوند متعال برگردید و ما ظلمهم هم الله خداوند در جای دیگه میفرماد ما به اینها ظلم نمی کنیم نه در واقع اینها خودشون به خودشون ظلم میکنن پس خداوند متعال به ما ظلم نکرده خداوند انبیا رو فرستاده پیامبران رو فرستاده یه برنامه برای زندگی ما برای سعادت ما فرستاده گفته آقا اگر شما دنبال این برنامه رو بگیرید و طبق این برنامه ای که من گفتم جلو برید آقا دنیا براش آباد میشه خیر و برکت برای شما میاد در واقع رحمت الهی بر شما نازل میشه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض ما درهای برکت رو به سوی شما باز میکنیم ما خیر و برکت میاریم دنیای شما آباد خواهد شد آخرت شما هم آباد خواهد شد آرامش به شما خواهد اومد که ما اینکه در سه نسل اول این امت که ما دیدیم خیر القرون. که واقعا هم درست دین و فهمیدند و هم درست به دین عمل کردن هم دنیاشون آباد شد هم از نظر در آخرت سربلند شدن در واقع سربلند هستن اما ما همه چیز تقصیر خودمونه چرا الیازوبلابیم از بالله خداوند و زیر سوال ببریم چرا انحراف خودمون گناه های خودمون نافرمانی خودمون فساد خودمون ظلمی که خود ما را انجام میدیم بیایم الیازوبلاب بالله و گردن خداوند بندازیم خداوند همش نعمت و در واقع و راه و برای ما مشخص کرده انبیا رو برای ما فرستاده این همه نعمت و این همه زخایر و منابع رو مسخر ما کرده اونگونه که تو قرآن میگه اما ما ظلم میکنیم بله آیه رضا آیه بهروز هستی تو شخط بهروز؟ بله من من آیه بهروز ببینید شما تو های خودتون فرمولید های های زیادی هست گرسن های زیادی هستند باز من فکر میکنم همه حرف که شما زدید یه جوری تایید حرف من هست اگر همه اینها هست و باز خدا هیچ کاری نمیکنه خب بالاخره اگر این همه فساد هست این همه ظلم هست این همه کشتن هست این همه جنگ هست بالاخره آدم یه جایی این خداوند ما اختیار خدا داده, داده آقای بهروز جان آقای گرامی خب اگه خداوند بخواد که خداوند ما رو مختار گذاشته خب اختیار به انسان داده اختیار انسان هم همینه که در واقع ما خیر رو میتونیم انجام بدیم شر رو میتونیم انجام بدیم اون که دیگه اگه خداوند بخواد که افسار همه ما را بگیره و همه ما رو را به راه درست ببره اون دیگه جبره دیگه اون دیگه اختیار ما از بین میره خداوند راه خیر و راه شر رو برای ما مشخص کرده و این ما هستیم که در حقیقت انتخاب میکنیم البته کل دنیا هم اینجوری نیست شما شاید در جامعه ایرانی در واقع و یک چهره بدی از دین متاسفانه آخوندها نشون دادن و اون چهره تکفیری و انتقامجویی و حالا بگیم افراد که هست و منجر به این همه قتل و کشتار امت اسلامی و مردم شده در واقع و شما شاید یک چهره بدی از دین اونجا در حقیقت تجربه کردید اما الحمدلله خیر در دنیا فراوانه در میان امت اسلامی در میان مسلمان ها هست خیر الحمدلله هستند در جامعه مسلمان ها و در واقع این همه حوادثی که میاد این مصیبت هایی که میاد تلنگره برای ما برای بازگشت ما سایه بهروز گرامی یا خداوند هم هیچگاه به ما ظلم نمی کند بلکه ما این خود ما هستیم که در واقع در حق خودمون ظلم می کنیم آقا بهروز اگر اجازه بدید ما زیارت مرخص مرخص بشیم چون وقت ما خیلی, خیلی تنگ است. عنوان مطلب آخرتون بفرمایید. آبرس بفرمایید. ببینید من خیلی کوتاه سوالا میپرسم من خیلی مدت خیلی کوتاهی سوئد زندگی میکردم اونجا همه چیز آزاد بود یعنی دین و هر چیزی که بخواید در آخر اصلا قوانین وجود داشت ولی آزاد بود هیچ دینی هم اجباری توش بود خیلی راحت زندگی میکردن شما همین الان خیلی از کشورهایی که خلی... دین توش بخود همین ایران عربستان عراق پاکستان افغانستان نگاه میکنید همه فرق میکنه هر نوعی که اسلامی زندگی میکنن همشون دارن بدبختی زندگی میکنن هیچ فرقی نمیکنه چه یه باشی باشه باشی نمیدونم هر چی باشی هیچ فرقی نمیکنه همین که شما دین و وارد زندگی مردم کردید واسه مردم به مبعظتی کشیدنش نا واقعا آقا, آقا بهروز این تون بله چون اون حسابات آخرتون پیامتون رسید تشکر و ممنون هستم از شما ستون ممنون اینکه شما برداشتی که این دارید که آقا دین واسه بدبختی ما شده و اینکه هر جایی که دین هست در واقع این مشکلات اینها رو بینیم. در حقیقت این نمیتونه درست باشه و تاریخ هم خلاف اینو ثابت کرده شما اگه تاریخ جامعه بشری رو در واقع رقم بزنید به تاریخ خود اسلامی رو تاریخ ما مسلمان ها را هم اگه شما بخونی و درست مطالعه بکنید حالا چه بسا شما این شبهاتی که شنیدید و شبکه اجتماعی تو اینترنت این ورون ور در واقع و این شبه ها تو ذهن شما حالا اثر گذاشته و با شبه ها باعث شده که این دید داشته باشید اما حتی تاریخ اسلامی را ما بخونیم در حقیقت در خیر القرون یعنی زمانی که مسلمان ها واقعا چنگ به دینشون زده بودند همون مقوله معروفی که ما از عمر فاروق داریم را دلات که شما میفرماد که نحن امتون اعزن الله بالاسلام ما امتیم که خداوند به واسطه اسلام به ما عزت داد به ما قدرت داد به ما شوکت داد خب زمانی که امت واقعا فهم درست دین اولا اولا درست فهم درست داشت در واقع انحرافات و خرافات و تحریفات و در حقیقت بدعت ها و اینها خیلی کم تر بود که هر چه ما به عصر نبوی در واقع نزدیک تر میشیم این انحرافات کمتر بوده این بدعت ها کمتر بوده زلالیت دین بیشتر بوده زمانی که امت هم در زمین فهم صحیح این دین و عمل به این دین نه تنها فهم نه تنها علم بلکه عمل کردن در واقع به آموزه های این دین امت پیشرو بود ما مسلمان ها در همه زمینه ها پیشرفته بودیم ما در واقع در همه زمینه ها ما در زمینه های علمی در زمینه‌های های در واقع علوم دنیوی بگیم حالا تجر، علوم تجربی توسعه انسانی توسعه جامعه پیشرفت ما جلو بودیم از همه حتی خود اروپایی هم بین اعتراف دارن خود اروپایی ها تاریخ نویساشون که کتاب نمیشتن و تحلیلگراشون میگن که آقا اروپا مدیون عرب، مسلمانان و عرب ها سر واقع در جامعه اندلس و در زمانی که تمدن اسلامی اومد مسلمان ها اومده تازه اصلا چشم اروپا به سوی پیشرفت و پیشرفت علمی و علم و فناوری و پیشرفت و اینها باز شد اصلا ف... تازه متوجه شد که یه همچین چیزایی هست و در واقع یه دنیای دیگه هست و این در حقیقت چشم اروپا رو در حقیقت به سوی خیلی از حقایق باز کرد به سوی پیشرفت باز کرد ازانو بیننده اون یعنی در حقیقت مسلمان ها زمانی که درست فهمیده بودن این دین و درست به این دین عمل میکردن پیشرفته پیش بودند اما زمانی که ما دین را رها کردیم درسته ما زمانی که دین را رها کردیم و در حقیقت انشقاقات به وجود اومد و تفرقه ها به وجود اومدند و بدعت ها به وجود اومد افکار انحرافی اومدند و افکاری که در واقع چه به نام دین بودن مثل خوارج و مثل روافظ و و به های دیگر که اسلام را دین را از اون زلالیتش دور کرد و در واقع این تفرقه ها امت را ضعیف کرد و ما از دین فاصله گرفتیم به این حال روز افتادیم اما باز هم اون پتانسیل و اون اصل و اون سرچشمه پیش ما موجوده و هرگاه ما به این سرچشمه چنگ بزنیم به اون باز بگردیم و واقعا ما دین رو دین به دین صحیح عمل بکنیم واقعا هم دنیای ما رو خواهد سادن. هم, آخرت ما رو حالا شاید در جامعه ایران ما با توجه به اینکه حالا شاید یک ایرانی اگه صحبت منو بشنوه بگه آقا چیه کدوم اسلام الان تو کشور ماست که آخونده و به اسم اسلام داره در واقع حکومت می شود و عمل کردی که به اسم اسلام هست چه بلایی به سر جامعه آورده این همه فقر و فساد و اختلاص و دربدری و مردمی که الان دارن تازه تو تهران مت شده که میگن که پشت بو ما مردم دارن اجاره ای تو پشت بو ما میخوابن مثلا از بس که در واقع وضعیت خراب هست و مردم هزینه اینو ندارن که مثلا خونه اجار بکنن یا این همه فقری که وجود داره این همه تبعیضی که وجود دارد این فسادی که وجود دارد اما به ما گفته میشد که آقا ما اسلام رو میاریم اسلام دنیای شما رو آباد میکنه اسلام آخرت ما رو شما رو آباد میکنه اما دین در حقیقت اون اسلامی که الله متعال در حقیقت در کتاب خودشونو بیان کرده و در سنت سیه نبوی هست اون اگه به شربش عمل بکنه دوای تمام دردهای بشریست تو... تمام تمام در واقع داروی معضلات و بحرانهایی است که بشر با اونها گریبانگیر هست و الحمدلله ما در واقع اینگونه هم نیست برگشت به سوی دین در حقیقت داریم خیر در میان مسلمان ها وجود دارد خیر در, در واقع حتی در اروپا در غرب که شما هم نگاه کنید بررسی بکنید ما موج اسلامگرایی را الان داریم خود غربی ها و خود اروپایی ها در سطوح خیلی بالا حتی از ساتید دانشگاه شخصیت های علمی شخصیت های سیاسی سی سی. حتی در میان راست های افراتی مثلا که ما میبینیم که تو اسلام ستیزی و مبارزه با اسلام اعضاب سیاسی داشتن که به طور سرسختانه با اسلام مسلمی مبارزه می کردن برخی از اینها مسلمان شدن اسلام خودشون رو اعلام کردن می گفتن ما رفتیم بخونیم تا اسلام رو بشناسیم تا به وسیله اسلام با جنگ با اسلام بریم اما زمانی که قرآن رو خوندیم واقعا فهمیدیم که این این داره راه سعادت رو به ما معرفی میکنه و این کلامیه که سعادت رو برای بشریت به ارمغان میاره نه اون چیزهایی که ما دیگران رو به سوی اون دعوت میکردیم پس از زن بیننده کتاب الهی و دین الهی اومده همونطور که خداوند متعال هم در قرآن به ما وعده داده که در حقیقت من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن فلا نحیی حیاتا طیبه هر کی که عمل صالح انجام بده و مؤمن باشه ما زندگی پاکی به اون میدیم ما سعادت و خوشبختی رو برای اونها به ارمغان میاریم این وعده الهی است و در واقع اونهایی که اون نسلی که به معنای واقعی به این دین عمل کردن و اونهایی که الان هم وجود دارن بازگشت واقعی به قرآن و سنت داشته باشن در واقع این تفاوت را احساس خواهند کرد این آرامش و این سعادتی که خداوند متعال بر قلوب اونها نازل میکنه و بر اذهان اونها نازل میکنه و برکتی که در زندگی اونها میاد همه اینها را خودشون در واقع به طور حی و حاضر مشاهده خواهند کرد و کما اینکه خیلی از مهددینم هم در واقع تفاوتی که زندگی قبل از اونها که در بدعت بودند، در شرک بودند، در کفر بودند، در واقع زندگی که سبک زندگی که اون وقت داشتن با سبک زندگی که الانی که به قرآن برگشتن مسلمان شدن هدایت یافتن و به سنت نبوی برگشتن حالتی و وضعیتی که الان در اون قرار دارن در واقع بسیار متفاوته و بابت این خداوند شکر می کنند و ایزان بیننده تا برنامه بعد همتون رو به الله متعال می سپارم الله زلجلال جلال و الاکرام یار و نگهدار همتون باشه <applause>